سلام، افزایش تلفات بیشتر قربانیان حمله دیروز بر بیمارستان در کابل کودکان و مادران هستند. وزارت صحت عامه میگه که شمار قربانیان بیشتر شده. دیروز اعلام کردند که 14 تن در نتیجه بی حمله جان باختند که این آمار رفت به 26 تن و تعداد زخمی ها هم 16 تن هست. بی حمله در یک زایشگاه نسایی ولادی پزشکان بدون مرز را هدف قرار داد که به گفته شاهدان عینی در زمان حمله شماری از زنان در حال زایمان بودند که هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفتند. نوزادان تازه متولد شده را هم مهاجمان هدف حمله قرار دادند که بیشتر تلفاتی که اتفاق افتاده با نوزادان و مادران اتفاق افتاده و وقوع حمله واکنش های گسترده را در سطح ملی و بین المللی هم به دنبال داشت. همسایه افغانستان واکنش داشتند. پاکستانی حمله را محکوم کرده و رد کرده. هر نوع حمله برای غیر نظامیان را دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد هم گفته که حمله بر زایشگاه در کابل و مراسم تشییع جنازه در ننگرهار شدیداً محکوم است و باید عدالت تحقیق شوه و عدالت تحقق پیدا بکنه در قسمت عاملان این رویدادها. کاربران شبکه های اجتماعی هم حمله را محکوم کردند. از ساعت 12 امروز یک طوفان توییتری هم برای انداخته شده که مادر و نوزاد را کشتند. البته از طرف وزارت خارجه امریکا هم واکنش وجود دارد و بحث چگونگی حمله بالای غیر نظامیان در افغانستان یک رویداد تازه نیست، بلکه در گذشته هم اتفاق افتاده، اما پس از گفتگوهای صلح و تلاش ها برای گفتگوهای صلح و توافقی را که امریکا با طالبا امضا کرد، این حمله واکنش های خیلی زیادی را به دنبال دارد. روی این مسئله بیشتر بحث میکنیم با مهمانان ما، آقایان اسحاق اطمر، استاد دانشگاه برلین از آلمان از طریق خط اسکایپ با ما هستند و همچنان حفیظ الله جلیلی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان هم تا لحظات بعد با ما خواهند پیوست. آقای اطمر، بحث با شما آغاز بکنم. این حمله که صورت گرفت در کابل، هدف غیر نظامیان بودن. فکر میکنین که چرا غیر نظامیان هدف قرار بگیرن در شرایطی که افغانستان جهان میاد داد از این میزنه که کاهش خشونت باید اتفاق بیفته و از طرف دیگر هم غیر نظامیان هدف قرار میگیرن؟ تشکر خدمت شما، خدمت تمام بیننده ها سلام تقدیم میکنم. با تاسف و تعلم که این درد تمام افغان ها دیدن و دارن تجربه میکنن، دور از انسانیت، دور از اسلامیت و دور از هر نوع نورهای بشری و اخلاقی است. بر صورت من به این باور هستم که حملاتی که سر هدف های بسیار ساده و آسان صورت میگیره، یکی از راهکارهای شبکه های تروریستی است که اینا میتونن به او برسند. به طور مثال شفاخانه یک جایی است که بر از اینا بسیار با آسانی قابل دسترس است و اینا میتونن بدون کدام مشکل به شفاخانه یا به هتل یا به اماکنی که بسیار عام هستند یا به مساجد به طور مثال اونجا برن و اعمال توریستی خود انجام بدن. آقای اطمر، شما در بیرون از افغانستان هستین، در آلمان از بیرون میبینین چقدر این حمله جهان متوجه ساخته در قبال وضعیت افغانستان، در حالی که یک رویداد در بیرون افغانستان سبب میشه که همه او را بیاد بیارن و به یک شکل جهان تکان میتونه. اما در افغانستان وقتی حمله بالای بیمارستان صورت میگیره و نوزاد امرا با مادرش هدف قرار میگیره از طرف حمله کنندگان، چی واکنشی را شما تا حال شاهد بودین از طرف کشورهای بیرون؟ کشورهای بیرون بجز از اینکه اینا تسلیت بگویند و چیزی که ابراز همدردی کنند، قدم عملی نمی بردارند. به خاطر از اینکه اگر اینا قدم عملی بردارند، میتونن
استخباراتشان معلومات بگیرند و همکاری داشته باشند با شبکه های استخباراتی دولتی افغانستان و بخش های نظامی با که این شبکه را کشف بکنند و باز بکنه خونسا بکنند. من به این باور هستم که در جنگ افغانستان و معمولا امی گروپ های توریستی که این اعمال انجام میتن اینا به فکر ازی هستن که اعمالشان خبرساز شد و در سطح دنیا انعکاسات را وجود بیاره تا جهان متوجه بسازه که در افغانستان حالت امنیتی تحت کنترل نیست و دولت به این قسمت ناتوان است. بله، آقای اتمر اجازه بدین که بس بررسی های شد در درون افغانستان از آقای جلیلی بپرسیم. آقای جلیلی، فکر میکنیم اول به بس بسازد خوش آمدین. هدف این حملاتی که صورت گرفت در کابل شفاخانه نسایی ولادی هدف قرار گرفت و آمار قربانیان هم به 26 تن افزایش پیدا کرده، به 24 تن حمله که در ننگرهار صورت گرفت. شما چی را یافتین؟ این حمله از طرف چه کسی؟ چرا مادر نوزاد را کشتن؟ چه کسی مسئولیت از این دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما اعتراف دعا دارم به روح پاک شهدای دینروز که در ولایت جلال آباد صورت گرفت و حمله دوم در شفاخانه نسای ولادی صد بستر دشت بچی صورت گرفتن. متاسفانه ما شاهد صحنه بودیم زمانی که انفجار صورت گرفت. بعد از 10 دقیقه یا 15 دقیقه که در محل حادثه ما رسیدیم، چشم دید ما همی بودن که وقتی که ما در داخل صحنه داخل شدیم رفتیم. البته نیروهای امنیتی دیرتر تانستن که داخل شوند و بعد از ما داخل شدیم. ما یعنی هیچ ما نمیتونیم بگویم که چطور چی کردن. ما اونجا چی رو دیدم، خدا شاهد است هر انسانی اگر او صحنه ای را که ما دیدم در داخل شفاخانه یا او زخمی های را که ما دیدم، او اطفال را که ما دیدم که به خون غوطه میخوردن، مادر را دیدم که خودش به شهادت رسیده بود و طفلش در بغلش بود، هنوزم طفل نوزاد نفس داشت. یعنی هر انسانی که حس انسانیت در وجودش می بود شما باور کنید که باید خون گریان میکرد. و این ما برگرفته از ضعف مدیریتی نیروهای امنیتی و کشفی کشور میدانم. چه کسی در پشتی حمله ممکن باشه و فکر میکنید که چرا غیر نظامی ها هدف قرار بگیرن؟ خب واضح است، ما و شما میبینیم که دشمنای ملت، دشمنای حتی گفته میتونیم که دشمنای بشریت امروز اینا جرأت و توانایی از این را ندارن که بیان در سنگرهای داغ که امروز در اکثر مناطق افغانستان هستن اینا مقابله بکنن با نیروهای امنیتی ما، با اردوی ملی ما، با پلیس ملی ما. متاسفانه این ضعفش را نشان میده. ما باورمند به این هستم که نهایت ضعف دشمن را نشان میده که ما در سنگرهای داغ مقابله کرده با نیروهای امنیتی، با نیروهای دفاعی نمیتونیم. میان هدف کی را قرار بدن؟ در یک شفاخانه که اونجا ما شما دیدیم که بجز از مادرها و اطفال بیگناهی که 6 ساعت از ولادتشان سپری نشده بودن، سر از اونا فایر کردن و اونا را امواج قرار دادن. وزارت صحت هم میگه که این حمله 24 نفر تلفات داشت و زخمی هم 16 تن هستند. چشم دید شما از این حمله چی است؟ چشم دید ما از حمله ای هستند که در مجموع 29 نفر شهید و زخمی داریم که از جمع 29 نفر 14 نفر ما به شهادت رسیده و 15 نفر زخمی داریم. امروز گفتن که آمار یک اندازه افزایش یافته و شمار تلفات به 24 تن افزایش یافته. خب تا دیروز که ما در صحنه بودیم، در عین صحنه ما خودم حاضر بودم، 29 نفر ما زخمی و شهید داشتیم. از جمع شهدا که 1 نفر پلیس بودن و 2 کودک، باقی کلش خانوم ها بودن. مادرای ما بود که کسی اونجا پایواز بود، کسی هم بخش ولادت رفته بود. زخم ولادتشان هنوز جور نشده بودن که اونا را دوباره رگبار بستن و دوباره زخمی ساختن و دوباره یعنی اونا را شهید ساختن.
ممنون می که پس از این حمله مهاجمین مسلح به دنبال چی هستند؟ بیشتر میخوان برای حکومت افغانستان فشار وارد بکنند یا اینکه به دنبال اهداف خاصی هستند؟ پس از یک میان برنامه کوتاه بیرینده باشید. بازم خوش آمدین. روی افزایش قربانیان حمله دیروز به بیمارستان در کابل صحبت میکنیم که تعداد جانباختگان به 24 تن افزایش یافتند و تعداد زخمیان به 16 تن. آقای اطمر، با توجه به آنچه را که آقای جلیلی هم اشاره کردن از چشم دیدشان در بس چگونگی وضعیت بیمارستان پس از حمله، در جریان حمله و وضعیتی که آشفته بود، و شما چه فکر میکنین که از جانب چه کسی و ممکن با چه هدف این حمله صورت گرفته باشه؟ ظاهرا حکومت افغانستان میگه که طالبان مسئول این حملات هستند در کابل و ننگرهار، ولی ظاهرا داعش مسئولیتش بر عهده گرفته. خب به نظر ما داعش و طالب و تمام گروپ های تروریستی به یک مرکز وابسته هستند و او استخبارات جهانی است، استخبارات منطقه است. باور کنین که اگر همکاری از استخبارات منطقه و حتی بعضی از منابع داخلی وجود نباشه، هیچ گروه نمیتونه که در داخل کابل با چیز عملیات دست بزنه. هدف از استخبارات جهانی و استخبارات منطقه چه کسی آقای یادمر؟ ببینین اینجا تمام این عملیات ها ارتباط میگیره به مسئله افغانستان. در افغانستان کدام کشورها زیاد دخیل هستند؟ در افغانستان میبینین پاکستان دخیل است، ایران دخیل است، روسیه دخیل است، امریکا دخیل است، کشورهای عربی مستقیما دخیل است، عربستان سعودی دخیل است، رقابت های بین عربستان سعودی در ایران اینجا است، رقابت های بین امریکا و ایران در افغانستان است، و همچنین رقابت های دیگه با کشورهای دیگه. برای از اینا تفاوت یک منطقه با منطقه دیگه افغانستان وجود داره یا ای که بحث قومی در افغانستان هدف قرار دادن یک بخشی از مردم افغانستان؟ دیروز شاهد دو حمله در کابل و در ننگرهار بودیم که در کابل تلفات به اندازه ننگرهار نبود. من اینطور فکر میکنم که استخبارات، ولو این استخبارات از هر جای باشه، در پی ازی است که اینا جنگ‌های قومی را دامن بزنن و این جنگ‌های قومی را در گذشته ها، یعنی شما در تاریخ 30 سال گذشته افغانستان هم دیدین، ما خودم شاهد از این بودیم که جنگ های قومی صورت گرفته و این را کس فراموش هم کرده نمیتونه، منکرم شده نمیتونه. امروز هم بخاطر از این که این را بسواد بسازن و اقوام در بین خود و یا مذاهب مختلف که در افغانستان وجود دارن که عبارت از سودی و شیعه است، اینا رو به جان هم بردن، اینا به چنین عملات های دست میزنن. تشکر آقای اطمر. بعد از پس به شما میم بگذارین از آقای جلیلی هم بپرسیم که بس فشار بالای حکومت مطرح است، مسئله اهداف غیر، یعنی اهداف غیر صلح مطرح است که از طرف کشورهای دیگه به این حملات سازماندهی شده باشن، قسمی که آقای اطمر گفتن که بحث استخبارات کشورهای منطقه مطرح است، یا ای که مسئله تنش های قومی و بحث قومی، اگر او بحث قومی مطرح باشد، چرا عمد ننگرهار که یک بخش از اقوام دیگه افغانستان است و در بحث کابل بخش اقوام دیگه افغانستان هر دو یک جا هدف قرار میگیرن؟ خب من با حرف های آقای اطمر موافق هستم. من فکر میکنم یک نوع از فشارهای سیاسی است بالای دولت افغانستان که استخبارات منطقه ای را میخواهد فشار بتن جمع ایالات متحده امریکا، که اینا میخواهند یک نوع باجگیری از این قضیه به خاطر اهداف که امروز در افغانستان اینا دارن به دست بیارن. چه هدفی را؟ آیا میخواهن صلح سبوتاش بکنن یا اینکه به دنبال کشیدن یک گروه دیگی پس از طالب اینجا هستن؟ بیشتر از آقای اطمر هم پرسیدم که طالب این مسئولیت به دوش نگرفت و ظاهرا داعش به دوش گرفت، ولی حکومت افغانستان میگه که طالب این کار کرده. واضح هست، واضح هست سیاسیون
جمع جامعه جهانی میدانم که در افغانستان امروز چی وضعیت روان است و وضعیت سیاسی افغانستان به کدام طرف روان است. من فکر میکنم که همه از این قضایا پشت پرده استخبارات منطقه است و استخبارات منطقه هیچگاه نمیخواهد که در افغانستان یک صلح و ثبات حاکم شود و مردم افغانستان از یک صلح پایدار و دائمی برخوردار شود. ما فکر بکنم که این برگرفته حمله دیروز را برگرفته از دستگیری دو تا از افراد برجسته دایشی ها من فکر میکنم هستن، به خاطر از اینکه یک ماه قبل ما شما شاهد بودیم که یکی از رهبرهای به نام رهبر خراسان بود، اینا را دستگیر کردن ریاست امنیت ملی کشور، و دو روز قبل یک فرد مشهور دیگه از اینا که مسئولیت آسیا را فکر میکنم داشتن اینا را دستگیر کردن. حمله دیروز را فقط ما بجز از دایشی ها که اونا کرده باشن، من فکر نمیکنم که طالبان به این حد قساوت قلب داشتن که برن یک طفلی که 6 ساعت نو تولد شده بود، 6 ساعت از زندگی از او تیر بشد، او را به زیر رگبار بگیرن. باورتان نمیه؟ نه خیر. آخوی حتمر، طالب نمیتونه این کار را بکنه، چون بس تا یه اندازه نمیتونه برحم شود در قبال مردم افغانستان. و باقی جلیلی که نماینده مردم کابل است میگه که دایشی ها مسئولی کار هستند تا فشار وارد بکنن بالای حکومت و سبوتاش بکنن مسئله صلح را. بیشتر به یقین هستم که با وجودی که طالب ها در توافقنامه که با امریکایی ها امضا کردن، اونا گفتن که ما هر گروپ دیگه که بر ضد امریکایی ها و ترویج خشونت در افغانستان عمل بکنه بر ضد از اون می جنگیم به اون نابود می سازیم، این یک عکس العمل است و این به این معناست که طالب در او امتحان قرار بدن که طالب نتانه و یا نمیتانه هم براستی که اینمی تعهد به امریکایی ها بده و این را تضمین میکنه که هر گروپ توریستی دیگه را ای بیتونه در داخل افغانستان مهار کنه. حکومت افغانستان میگه که مسئولیت حمله را طالبان داره، اما ظاهرا طالبان نپذیرفتن. خب یک سیاست از طالبان خود نمیپذیرن، این قساوت قلب و طالب نمیپذیرن، بخاطر از این که خب اگر در کابل نمیپذیره در ننگرهار خب اونجا ادعا کس نکرد که حالا این طالب این کار کرده یا این که نکرده، و اگر کرده مسئولیت نمیگیره و بحث پذیرفتن مسئولیتش توسط داعش چی میشه؟ میبینیم ما پیشتر عرض ببینید که تمام گروپ های توریستی چی داعش است، چی القاعده است، چی حقانی است، چی طالب است، ایدا بسته به یک مرکز هستند، بسته به یک اندیشه هستند. ای فریب است، ای دروغ است. اگر ما وقت خود به این ضایع میکنیم که طالب خوب است و داعش بد است، در هیچ جای این چیز را شما نمیبینید. از نظر مفکوره اینا کل از اینا از یک فامیل هستند و هر نوع تصانت با اینا درست است. ما به رئیس افغان ما شخصا خوش دارم که اگر واقعا طالب بیاره و منحس اگر افغان داخل افغانستان و داخل نظام و داخل سیستم دولت شد. آقای اتمر سوال اینجاست که اگر اینا شامل یک فامیل هستن و از یک فکر هستن، استخبارات منطقه و جهان همه دهی شریک هستن، پس جهان که امریکاست در افغانستان و حکومت افغانستان میفهمه که به چه هدف اینا این حملات انجام دادن، چرا دنیا متوجه وضعیت نمیشه در افغانستان؟ خب با عرض میگم بود که اینا بسته با مراکز بزرگ سرمایه هستند. شما فراموش کردین که جنگی که در عراق امریکایی ها شروع کردن و صدام حسین نابود کردن و کل عراق به ویرانه و خرابه تبدیل کردن، چند میلیون نفر در او کشته شد، چه قبارجر شد، به می ترتیب سوریه را
و به شکل افغانستان هم میشه. صادق قوی داشت. اینا اهداف بالاتر و بلندتر از این دارن که در افغانستان یک ثبات سیاسی رو بیارن و در افغانستان یک نظام رو بیارن که او پایه های مردمی داشته خب. باشه و بر مردم کار تشکر. آقای اطماری که دورنمای صلح چی میشه؟ برمیگردم آقای جلیلی با توجه به آنچه را که آقای اطمار هم گفتن چرا دنیا متوجه وضعیت افغانستان نمیشه در این شرایط؟ خب شما ببینین اولا اینکه ما خودم هم حیران به این هستم که در قضیه دیروز جلال آباد و بعد در قضیه شفاخانه صد بستر نسای اولادی حقوق بشر همیشه داد از حقوق انسان میزنن که همیشه وقت داد زدن از خانم‌ها حمایت کردن از اطفال حمایت کردن و از هر چیز از هر فجایع دیگه حمایت کردن حتی قاتلین را رها کردن قاتلین را از چنگ دولت از چنگ مردم رها کردن اما ما و شما شاهد ازی بودیم دیروز حتی حقوق بشر صدای خود بلند نکردن همونایی را که رها کردن فکر میکنین همونا عاملی وضعیت هستن دقیقاً من فکر میکنم که پشت پرده از قضیه خارجی ها هست و خارجی ها هیچگاه ما فکر نمیکنم که تو با آسانی مردم افغانستان را بگذارن که نفس راحت بکشن تشدید حملات بیشتر دقیقا من فکر میکنم که افغانستان در یک بحران سیاسی قرار داره تا زمانی که دکتر صیب عبدالله و دکتر صیب اشرف غنی تفاهم نکرده باشند و سر یک میز ننشسته باشند و روی پلان های بزرگ کشور اینا فکر نکرده باشند هر کشور و هر همسایه ما و شما ای افغانستان را ممنون. یک میدان تاخت و تاز به خاطر بقای خود میدانند بقای اکمر فرصت هم تمام است میشه بس ما را در چند کلمه جمع بکنیم فکر میکنین با این وضعیت دورنمای افغانستان در قسمت صلح و جنگ چی میشه؟ تشدید حملات شاید میباشیم یا اینکه بحث صلح به نتیجه میرسه؟ ما دورنمای صلح بسیار کم میبینم خدا کنه بی برداشت و داشته باشه مسائل بگرده به اختلافات داخلی شما در قضیه کشته شدن افغانایی که اونا به دریای هریرود انداخته شدن در افغانستان هم عکس العمل هایی بود حتی در برلین افغان ها و خود ایرانی ها مظاهره کردن ولی از رهبرهای سیاسی که در داخل افغانستان است من نامهاشان را نمیگیرم شما باید بشناسید که وابسته به ایران شکر. هستن حتی پیام تسلیت هم ممنون. به فامیل عظیم شهدا بسیار تشکر بسیار تشکر آقای اسحاق اطمر که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما بودند و همچنان حفیظ الله جلیلی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان و تشکر از شما بینندگان عزیز هم که سعی مونده دنبال کردید وقتتون بخیر خدا نگهدار